جمهوری اسلامی مشغول ساخت تأسیسات جدیدی در اعماق زمین زیر کوه است که به نظر میرسه هیچ بمب سنگر شکنی به اون نمیرسه با حفاری و پیشروی پنج تونل افقی به طول 15 کیلومتر در کوه های مدنی کانسنگ اورانیوم خبرگزاری اسوسییتد پرس با استناد به تصاویر ماهواره جدید که از شرکت پلانت لابز پی بی سی منتشر کرده خبر احداث این تأسیسات و تونل هایی در عمق زیاد زیر کوه نزدیک به تأسیسات هسته نتنز رو داده. بررسی های محققان اندیشکده مطالعات منع گسترش سلاح های جیمز مارتین نشون میده جمهوری اسلامی ساخت این تونل ها و تأسیسات جدید رو که حدود دو سه سال پیش شروع کرده در عمقی بسیار پایین تر از تأسیسات زیرزمینی فردو یا پارچین انجام داده. محققان با مقایسه تصاویر ماهواره‌ای ورودی و خروجی تأسیسات هسته‌ای نتنز و آگاهی از ارتفاع کوههایی که این تأسیسات زیر آنها قرار دارند، تخمین می‌زنند که عمق ها و تأسیسات جدید نتنز در کنار تأسیسات قدیمی بین 80 تا 100 متر زیر کوه باشه. این در حالیه که در ابتدای همین ماه میلادی پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده تصاویری از یک بمب هدایت شونده سنگر شکن با مشخصات gbu بی رو رونمایی کرده که آخرین سلاح ارتش ایالات متحده برای نفوذ به عمق زمین و تخریب تأسیسات زیرزمینی مثل تأسیسات قنیسازی اورانیوم معرفی شده طبق توضیحات حد اکثر عمقی که این بمب های سنگر شکن میرسن فقط 60 متر بوده نیروی هوایی آمریکا عکس های جی بی 57 رو بلافاصله بعد از مدتی از صفحه خود حذف کرده. در حال حاضر مشخص نیست که در تونل های سایت کوهستانی جدید نتنز چه تأسیساتی وجود داره. اما اگر تهران در اونجا در حال انجام فعالیت های قنیسازی اورانیوم موظف طبق پروتکل های پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی رو در جریان قرار بده. اسوشیتد پرس اعلام کرده آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون به هیچ سؤالی درباره این سایت مخفی تهران پاسخ نداده. همین باعث شده نگرانی ها از اینکه سایت جدید به حدی بزرگ باشه که جمهوری اسلامی بتونه پنهانی اورانیومی در سطوح جنگی غنیسازی و تهیه کنه رو افزایش داده. آگاهان با پیوند این نگرانی ها به گفته های مقامات دولت آمریکا که همواره تأکید دارند هرگز اجازه نمیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته دسترسی پیدا کنه حالا هشدار میدن که بمب‌های های متعارف پنتاگون که عموم از وجود اونها خبر دارند هم دیگه قادر به انهداب تاسیسات جدید نتنز نیستند اما سوالی که مطرحه اینه که اگر تهران همونطور که مقامات اون بارها ادعا کردن واقعا قصد ساخت بمب اتم ندارن چرا باید این تأسیسات رو مخفیانه و در چنین عمقی از زمین بسازن؟ این مجموعه با ترانش... به تیوسفی، اتاق خبر.